قدرت های کاراکترها چجوری کار میکنن. یک شب آروم و تاریک در نیویورک، یکی از برترین اساتید نینجوتسو، استاد یوشی هاماتو، در حال تمرین کردن توی خونه خودشه و در کنارش موش دستاموز و شاید تنها رفیق واقعی اون اسپلینتر. اما آرامش شب ناگهان به دست نینجاهای قبیله فوت شکسته میشه. استاد یوشی با شرافت و به تنهایی در مقابل اونها می ایسته، اما در نهایت در مقابل شردر به زانو در میاد و بعد از شکنجه های دردناکی به جرم خیانت به دست شردر کشته میشه و حالا اسپلینتر کاملا تنهاست. مدتی بعد اسپلینتر به دنبال خونه جدیدی برای خودش میگرده و در مسیرش شاهد یک حادثه میشه. یک تصادف بین یک ماشین حمله بار کارخونه‌ای منجر به افتادن یک محفظه شیمیایی به درون فاضلاب به همراه 4 تا لاک‌پشت نوزاد میشه. اسپلینتر سریعاً به اونجا میره و لاک‌پشت‌های غرق در مواد شیمیایی رو نجات میده و تصمیم به نگهداری از اونها میگیره. اما صبح روز بعد اسپلینتر متوجه تغییراتی غیرعادی در خودش و همچنین در لاک‌پشت‌ها میشه و با گذر زمان این تغییرات بزرگتر و عمیق‌تر میشن، به حدی که لاک‌پشت‌ها شروع به صحبت کردن میکنن و همینطور قدم به قدم بهتر و باهوش‌تر میشن. اسپلینتر به اونها مثل یک پدر راه و روش‌های مختلفی رو آموزش میده تا بتونن از خودشون در برابر خطرات خارجی محافظت کنن و به هر کدوم اسم و سلاح‌های مختص خودشون رو میده: لئوناردو، داناتلو، رافائل و مایکلانجلو، و اونها در کنار هم تبدیل میشن به لاک‌پشت‌های نینجا. ولی فکر کنم دیگه داستان سرایی کافیه، چون که لاک‌پشت‌ها رو همه ما میشناسیم. اما سوال اینجاست که چجوری چند تا لاک‌پشت عادی تبدیل به همچین نینجاهای ماهر و خفنی شدن؟ اصلا همچین چیزی ممکنه؟ بریم سر کلاس درس. لاک‌پشت‌های ما چجوری انقدر بزرگ شدن؟ برای اینکه بفهمیم لاک‌پشت‌های کوچولو و عادی ما چجوری تبدیل به همچین موجودات بزرگ و عضلانی شدن، باید بریم سراغ تغییرات زیستی اونها که این تغییرات توسط محلول شیمیایی TCRI به اونها وارد شده. اولین و مهمترین تغییر در اونها تغییر در بافت اسکلتی و استخوانی اونهاست. داخل بدن انسان و کلان موجوداتی که دارای ساختار اسکلتی هستند، سلول‌های وجود داره به نام آستیوبلاست‌ها که به طور کلی وظیفه ساخت استخوان‌های جدید و ترمیم استخوان‌های آسیب دیده رو دارن. به طور خلاصه آستیوبلاست‌ها ماتریکس‌های استخونی رو آزاد می‌کنن و این ساختارهای ماتریکسی پیچ در پیچ به پروتئین‌های بدن دستور میدن تا به بافت‌های جدید استخونی تبدیل بشن و این ساختارهای بافتی فضای مورد نیاز برای تشکیل استخون‌های جدید رو ایجاد می‌کنن و در نتیجه استخون‌های جدیدتر و متراکم‌تر ساخته میشن. در همین حین فضای خالی و پیچ در پیچ شبکه‌های استخون‌های جدید با مواد معدنی مورد نیاز مثل کلسیم پر میشن. استخون‌ها این کلسیم به دست اومده رو تبدیل به کلاژن میکنن که ماده اصلی تشکیل دهنده استخونه و در نتیجه قوی‌تر و متراکم‌تر میشن. از اون طرف همینطور که استخون‌های جدید در حال شکل گرفتن هستن، ما سلول‌هایی داریم به نام آستیوکلاست‌ها که برخلاف آستیوبلاست‌ها مسئول تخریب و نابود کردن استخون‌های قدیمی و ضعیف هستند. اما ماده شیمیایی TCRI باعث شد تا این سلول‌های تخریب کننده کندتر بشن تا لاک‌پشت‌ها بتونن سریع‌تر استخون‌سازی کنن و بزرگ بشن. اما در روند بزرگ شدن لاک‌پشت‌ها، رشد استخون به تنهایی کافی نیست، چرا که لاک‌پشت‌ها بدن‌های فوق‌العاده بزرگ و عضلانی هم دارن. اما چطوری؟ داخل عضلات و ماهیچه‌های ما سلول‌های وجود دارند تحت عنوان سدلایت سلز که مسئول بازسازی و رشد تارهای ماهیچه‌ای هستند که میتونید به اونها به چشم سازندگان عضلات نگاه کنید. ماده شیمیایی TCRI باعث افزایش عملکرد این سلول‌ها شده و در نتیجه روند عضله‌سازی و ساخت عضلات جدید رو افزایش داده که باعث رشد چشمگیر لاک‌پشت‌ها در مدت زمان کمی شده. اما نکته مهمی که در عضلات وجود داره ساختار اونهاست. خوب گوش کنید. تمامی ماهیچه ها از زیر مجموعه های تارهای ماهیچه ای تشکیل شدن و هر دسته تار ماهیچه ای از زیر مجموعه تارچه های ماهیچه ای تشکیل شدن. اما حالا این اصلا به چه درد میخوره؟ سوال خوبیه. تارهای عضلانی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن.
تارهای کند انقباض که مقاومت بالایی در برابر خستگی دارند و در موارد استقامتی به درد می‌خورند. و دسته دوم تارهای ماهیچه‌ای تند انقباض هستند که سرعت و تنش بالایی دارند و معمولاً زودتر از تارهای کند انقباض خسته میشن. بذارید مثال بزنم. تارهای تند انقباض مثل 2 سرعت میمونن و تارهای کند انقباض مثل 2 استقامت. اما خب حالا این چه ربطی داره؟ لاک پشت‌ها به طور طبیعی در طبیعت تعداد تارهای کند انقباضشون از تعداد تارهای تند انقباضشون بیشتره و در نتیجه خیلی آروم و شلوولن. همونطور که همتون میدونید. اما لاک پشت‌های نینجا اصلا اینجوری نیستن. اونها فوق‌العاده سریعن و قدرت واکنش بالایی دارن که نشون میده ماده شیمیایی TCRI علاوه بر افزایش توده‌های عضلانی اونها، عملکرد اونها رو هم تغییر داده. یعنی تونسته تارهای کند انقباض لاک‌پشت رو تبدیل به تارهای تند انقباض لاک‌پشت‌های نینجا بکنه و در نتیجه لاک‌پشت‌های نینجا رو تبدیل به همچین نینجاهای خفنی کنه. در ضمن این ماده شیمیایی سلول‌های مایوستاتین رو از کار میندازه که این سلول‌های مایوستاتین مسئول جلوگیری از عضله‌سازی بیش از حد هستن و حالا که محدودیت عضله وجود نداره، سلول‌های مایوستاتین کم میشن و سلول‌های سدلایت زیاد میشن و در نتیجه عضله‌سازی افزایش پیدا میکنه، اونم به مقدار خیلی زیاد. اطلاعات بیخود. برای همین داخل مسابقات بدنسازی، کسایی که مایوستاتین بدنشون کمتره میتونن عضله‌سازی بیشتری از بقیه داشته باشن. ضمن دوم شدن گرگ پارسی داخل مسابقات اولمپیا. به هر حال این شد راز بزرگ شدن لاک‌پشت‌های نینجا، چه از لحاظ استخوانی چه از لحاظ ماهیچه‌ای. اما خب این همه ماهیچه و اسکلت بررسی کردیم که بریم ببینیم هر کدوم از لاک‌پشت‌ها واقعاً چقدر قدرتمندن. زور هر لاک‌پشت رو به ترتیب به همراه مثال‌ها بهتون میگم. لئوناردو رهبر گروه 1.5 الی 2 تن که میشه وزن حدودی یک ماشین SUV یا یه بیل مکانیکی کوچیک. رافائل عصبانی گروه که 1.75 الی 2.5 تن یا به عبارتی یک کامیون حمل خاک کوچیک یا یک بولدوزر متوسط. داناتلو مغز گروه 1 الی 1.5 تن که میشه یک ماشین متوسط یا یک قایق ماهیگیری. و مایکل آنجلو انرژی گروه 1.5 الی 1.75 تن که میشه چیزی حدود یک تراکتور یا مثلا یک مینیون تفریحی. در مبحث سرعت هم با همین روند جلو میریم. لئوناردو 64 الی 80 کیلومتر بر ساعت، رافائل 54 الی 76 کیلومتر بر ساعت، داناتلو 40 الی 55 کیلومتر بر ساعت و مایکی 48 الی 65 کیلومتر بر ساعت. که برای اینکه بهتر متوجه این سرعت‌ها بشید، سریع‌ترین انسان در طول تاریخ یعنی یوسین بولت سرعتی معادل 44.72 کیلومتر بر ساعت رو داره، یعنی یه چیزی بین داناتلو و مایکل آنجلو. همچنین فاکتور آخر در جهش یافتگی لاک‌پشت‌های نینجا جهش ذهنی و مغزی اونهاست که به نورون‌های مغزی و ارتباطات عصبی برمیگرده که این شاخه علمی خیلی گسترده است و میدونم که تا همینجاشم خسته شدید. ولی به طور خلاصه ماده شیمیایی TCRI با افزایش تولید انرژی سلول‌ها در میتوکندری سلول‌ها باعث افزایش انرژی رایج در بدن یعنی ATP شده و این انرژی ATP مضاعف در بدن لاک‌پشت مستقیماً به کمک نورون‌های عصبی اونها رفتن و باعث قوی‌تر شدن ارتباطات عصبی و همچنین مغزی اونها شدن. اما ماده شیمیایی TCRI مغز لاک‌پشت رو دچار جهش ژنتیکی کرده و ساختار اونها رو حتی از مغز انسان هم پیچیده تر کرده، به طوری که ضریب هوشی یا همون IQ اونها به ترتیب هست: لئوناردو 615، رافائل 575، مایکی 598 و در نهایت باهوشترین لاک‌پشت یعنی داناتلو چیزی حدود 637. که دوباره برای اینکه بهتر متوجهش بشید، بالاترین IQ ثبت شده در تاریخ برای انسانها برای آقای یانگ هون کیم هستش با عدد 276، یعنی 361 عدد کمتر از داناتلو. دیگه خودتون تا تهش برید. و این شد از آناتومی علمی کامل جهش یافتگی لاک‌پشت‌های نینجا. مرسی اگه تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و امیدوارم که لذت برده باشید. مرسی که هستید و حمایت می‌کنید. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی، بدرود.